شرط می‌بندم که تا الان روحتون هم خبر نداشت که هنوز 4 پیامبر هستن که از هزاران سال پیش هنوز به اراده الهی زنده هستن و در بین ما زندگی میکنن. همه ما در رابطه با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زیاد شنیدیم، ولی نمیدونستیم که همزمان با ظهور ایشون و بعد از اون 4 پیامبر نیز ظهور میکنن. اما چطور میشه که یک انسان این همه سال عمر کنه و الان کجا زندگی میکنن؟ اما قبل از تماشای این ویدیو از شما همراهان عزیز یک خواهش دوستانه دارم. برای تولید و جمع‌آوری این اطلاعات و تهیه این ویدیوها زحمت‌های فراوانی کشیده میشه و من به نمایندگی از تیم آمازون تیوی از شما خواهش میکنم برای اینکه خستگی این کار از تن تیم ما بیرون بیاد، حداقل این ویدیو رو لایک کنید و نظر خودتون رو حتی در حد یک ایموجی برای ما کامنت کنید و این کار شما قطعاً برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. در همین ابتدا بگم که برای ساخت این ویدیو تلاش شده تا از منابعی استفاده کنیم که مورد تایید دانشمندان اسلامی باشه، ولی ما هیچ مهر تاییدی روی اطلاعاتی که در این ویدیو منتشر میشه نمیزنیم. اولین پیامبری که گفته میشه بعد از هزاران سال هنوز زنده هست، حضرت عیسی علیه السلام است. خداوند حضرت عیسی رو برای هدایت و راهنمایی بنی اسرائیل فرستاده بود، پیامبری که بدون پدر متولد شد و این اولین معجزه این پیامبر الهی بود. اما با این وجود همه بنی اسرائیل به حضرت عیسی ایمان نیاورده بودند و به اون پشت کردند. این رفتار بنی اسرائیل باعث شد که دل حضرت عیسی بشکنه و از دست اونها ناراحت بشه. به همین خاطر اونها رو نفرین میکنه و عذاب الهی بر این قوم نازل میشه و همه اونها به خوک تبدیل میشن. روایت شده در یکی از روزها ابلیس نزد حضرت عیسی میره و به اون میگه که ای عیسی، تو انسانی معمولی نیستی، ببین که با نفرینت چه بلایی بر سر بنی اسرائیل آوردی؟ اگر نزد من بیای کاری خواهم کرد که تمام شیاطین از تو پیروی کنند، کاری خواهم کرد که خداوند یکتا خدایی در آسمان و تو خدایی در زمین باشی و شیاطین تو را خواهند پرستید. حضرت عیسی علیه السلام پس از شنیدن این حرفا از ابلیس بسیار خشمگین میشه و فریاد بلندی بر سر ابلیس میکشه و اون رو از خودش دور میکنه. روزها میگذره و وقتی که حضرت عیسی با دستانش به اذن خداوند مریضها رو مس میکرد و اونها رو شفا میداد، ابلیس در سیرت مردان قابل اعتماد و نزدیک به حضرت عیسی در میان مردم حاضر میشه. ابلیس با اونها از معجزات حضرت عیسی صحبت میکرده و میگفته که اون شخصی والا مقام و عین اون دیگر نخواهد اومد. همچنین اون سواد لدنی داره و با مس کردن مردم اونها رو شفا میده. از اونجایی که اون علم غیب داره و از غیب خبر میده، گمان میکنم که اون خود خداست. حضرت عیسی متوجه حرفای ابلیس میشه ولی نمیفهمه که اون خود ابلیسه. پس جلو میره و به اون میگه که ای شیخ، آنچه را که گفتی از تو نمیپذیرم و رد میکنم. هر معجزه ای که من دارم و هر کاری که من میکنم به اذن خداوند انجام میشه و بدون اذن پروردگار من از خود اختیار و قدرتی ندارم. ابلیس گفت پس اینطور که تو میگویی گمان میکنم که تو پسر خدایی. حضرت عیسی میفرماید حرف تو نادرست و اشتباه است. در نزد خداوند احدی وجود ندارد، فرزندی ندارد و تنها و یکتاست. درسته که حضرت عیسی حرفای ابلیس رو رد کرد، اما فتنه ابلیس در میان مردم فراگیر شد و از اون پس به بعد از این قبیل حرفا میان مردم رد و بدل میشد. یهودیان وقتی که میبینن محبوبیت حضرت عیسی روز به روز در بین مردم بیشتر میشه و مردم به معجزات ایشون بیشتر ایمان میارن، تصمیم میگیرن که حضرت عیسی رو به شهادت برسونن و از بین ببرن. پس اونها نزد حاکم روم میرن و از خطراتی که حضرت عیسی برای حکومت روم داره میگن. حاکم روم از ترس تاج و تختش فوراً دستور قتل حضرت عیسی رو صادر میکنه. بنی اسرائیل سالها بود که پیامبران رو به قتل میرسوندن و قبل از حضرت عیسی، حضرت یحیی، زکریا و غیره رو هم به قتل رسونده بودن. پس کشتن حضرت عیسی برای اونها
امری طبیعی بود. پس اونها در مسیرهای مهم شهر و کوچه پس کوچه ها کمین کردن تا حضرت عیسی رو گیر بندازن و ایشون رو به شهادت برسونن. یهودیان در بین مردم به حضرت عیسی دشنام میدادن، ناسزا میگفتن و معجزاتش رو نادیده میگرفتن و اون رو جادوگر میخوندن. اونها حتی به مادر حضرت عیسی هم دشنام میدادن و حرفای نامربوط رو به اون رفت میدادن. حضرت عیسی خیلی صبر کرد که شاید اونها اصلاح بشن، اما اونها روز به روز از مسیرشون منحرفتر میشدن. پس با دعای حضرت عیسی عذابی الهی بر یهودیان نازل شد و همه اونها در یک روز به خوک تبدیل شدن. بزرگان یهود جلسه ای گرفتن تا هرچه سریعتر از شر حضرت عیسی راحت بشن. برای همین با لشکری که نه کودک و نه پیر و نه زن و بچه حالیش میشد به سمت خانه حضرت عیسی به راه افتادن تا حضرت عیسی رو به قتل برسونن. حضرت عیسی به اونها گفت که خداوند برای شما عذابی دردناک مقرر خواهد کرد و در آن لحظه به اذن الهی حضرت عیسی از مقابل چشم یهودیان ناپدید شد. خداوند یکی از سربازان رو که جای حضرت عیسی رو به سربازان دیگه لو داده بود به شکل حضرت عیسی درآورد و سربازان حکومت اشتباهاً اون رو به جای حضرت عیسی دستگیر کردند و به صلیب کشیدند. در روایت دیگه از یکی از نویسندگان معروف عرب اینچنین اومده که روزی حواریون نزد حضرت عیسی میرن و حضرت عیسی ازشون میپرسه چه کسی از شما حاضره که به جای من به صلیب کشیده بشه و با من به بهش بیاد. از میان جمع جوانی بلند میشه و میگه که من حاضرم. حضرت عیسی ازش میخواد بشینه و دوباره سوالش رو مطرح میکنه و جوان دوباره بلند میشه و بالاخره بعد از بار سوم حضرت عیسی اون جوان رو انتخاب میکنه و قبل از رسیدن سربازها از روزنی که در خونه بوده به آسمان عروج میکنه و سربازان هم اون جوان رو دستگیر میکنن و به صلیب میکشن. بعد از مصلوب شدن حضرت عیسی حواریون به سه دسته تقسیم میشن. گروه اول فرقه یعقوبی بودن که میگفتن ما خدا رو دیدیم که با دستانش حضرت عیسی رو به آسمان برد. گروه دوم فرقه مستوریه بودن که معتقد بودن حضرت عیسی به صلیب کشیده شده و مرده و گروه سوم فرقه مسلمون بودن که میگفتن حضرت عیسی به آسمان عروج کرده و روزی برخواهد گشت. و قتل عام مسلمون از همون زمان شروع شد تا زمانی که حضرت محمد آمدند. در قرآن آیه 157 سوره نساء نیز گفته شده است که و هم از این رو که گفتند ما مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا را کشتیم، در صورتی که او را نکشتند و نه به دار کشیدند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند و عالم به اون نبودند جز آنکه از پی گمان خود می رفتند و به طور یقین مسیح را نکشتند. گفته میشه که در حال حاضر حضرت عیسی در آسمان دوم با حضرت یحیی زندگی میکنه و حضرت محمد هم در احادیثش بارها بشارت برگشتن حضرت عیسی رو در آخر الزمان و کشتن مسیح الدجال توسط ایشون رو داده. وقتی که حضرت عیسی به زمین برگرده صلیب رو میشکنه و خوک‌ها رو از بین میبره و تمام گنجینه‌های جهان رو از زیر زمین بیرون میکشه. پیامبر دوم حضرت موسی پیامبر بنی اسرائیل است. حضرت موسی در قصر فرعون بزرگ شد، پیامبری جسور و قدرتمند که 120 سال عمر کرد. حضرت موسی از هر تهمت بنی اسرائیل به اذن خداوند مبرا میشد. بنی اسرائیل قومی بودند که در زمان حضرت موسی مردها با هم به حمام می‌رفتند و انحرافات اخلاقی در بین اونها رواج داشت. حضرت موسی اونها رو از این کار منع می‌کرد، اما بنی اسرائیل گوش به حرف حضرت موسی نمی‌دادند. حتی به خاطر اینکه حضرت موسی با اونها به حمام نمی‌رفت، به اون تهمت می‌زدند که شاید دو جنسه باشه. در روایتی که ما اون رو به طور کامل تایید نمی‌کنیم بیان شده که در یکی از روزها وقتی که حضرت موسی به تنهایی به رودخانه برای حمام کردن رفته بود، لباساش رو در میاره و روی یک سنگ می‌گذاره. به اذن خدا سنگ به راه می‌افته و از رودخانه دور میشه. وقتی حضرت موسی از رودخونه بیرون میاد، می‌بینه که لباساش نیست و مجبور میشه تا با تنی برهنه نزد بنی اسرائیل بره و از اونها طلب لباس کنه.
وقتی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو بدون لباس می‌بینن، می‌فهمن که تهمت‌هایی که به اون می‌زدن حقیقت نداشته و حضرت موسی یکی از زیباترین مخلوقات خداونده. پس به اذن خداوند حضرت موسی از این تهمت بنی اسرائیل هم مبرا میشه. در روایت دیگه این چنین اومده که زمانی که حضرت موسی به بالای کوه سینا میره، میبینه که فرشتگان دارن یک قبر رو در بالای کوه حفر میکنن. وقتی که نزدیک میره و درون قبری که فرشتگان حفر کردن رو نگاه میکنه، میبینه که داخل قبر یک تیکه از بهشت هست و بوی خیلی خوبی از داخل قبر به مشام میرسه. حضرت موسی از فرشتگان میپرسه که این قبر قبر کیست؟ فرشتگان در پاسخ میگن که این قبر متعلق به یکی از بهترین بندگان خداست. حضرت موسی با شنیدن این جمله میگه که خوشا به سعادت آن بنده و قطعا جایگاه و منزلت او در آن دنیا جایگاه خوبی خواهد بود. فرشتگان از حضرت موسی میپرسن آیا میخواهی که این قبر متعلق به تو باشد؟ اگر میخواهی داخل قبر برو و دراز بکش و به آرامی نفس بکش و به یاد خداوند باش. حضرت موسی هم وارد قبر میشه و به آرامی نفس میکشه و به امر خداوند فرشتگان ورودی قبر رو میبندن و دیگه هیچ کس هیچ خبری از حضرت موسی پیدا نمیکنه. بنی اسرائیل قوم فتنه‌گری بودن، برای همین حضرت موسی به اونها میگه که شما هیچ وقت از مرگ من و محل دفن من مطلع نخواهید شد. در بعضی روایات اومده که در شبی که حضرت محمد صلوات الله علیه به معراج رفتن، ایشان با حضرت موسی ملاقات کرد. پیامبر ما حضرت موسی رو در حالی دید که درون یک قبر نشسته و در حال عبادت و بندگی خداست و همونطور که پیامبر صلوات الله علیه بارها در احادیثشون فرمودن، انبیا در قبرهاشون زنده هستن. اما دو پیامبر دیگه هم هستن که هنوز زنده هستن و در بین ما مردم زندگی میکنن. اگر دوست دارین اونها رو هم به شما معرفی کنیم، حتما داخل کامنت ها به ما بگین تا ویدیوی بعدی رو راجع به همین موضوع بسازیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.